کنی فرار از مشهد. سلام، چه خبر؟ خوش اومدید به یه ویدیو یه دیگه از کانال یوتیوب شخصی و سند خورده خودتون فرشاد فور لاش. توی این ویدیو ترک دابل رو با هم دیگه موزیک ویدیوشو میبینیم از زیرتون بانکیت، پروژه اولی که از آلبوم بعدی خودش ریلیز کرده که فکر کنم اون ترکیه که یه وایس یه بیتشو که جیلم بود توی تلگرامش گذاشته. به هر صورت قراره بریم فیگر اوت کنیم. بروشکا لینک دیسکریپشنه یوتیوب زیروتون مانکیت، لینک یوتیوب دلولو اسمان هم دیسکریپشنه، ببرید اونجاها چه خبره. اگر 4GANG هاتونو پاچید تو کامنت بریم ببینیم دابل و از زیروتون مانکیت. پرودوست بای خود لین و ایکس او واحد، میکس مسترینگ سعید دهقان، ادیت وی اف ایکس 3D، ویژوالایزر نووازج، کاور آرت مون شادو. گنگنم گنگنم بیت پروسا کی بود؟ لین و واحد شاتا شاتا موزیک ویدئوی شاتا شاتا آلبوم قبلیش بود که اسمش رو همیز The first single track of a comeback LP album. لانچ میشه کامیکاز 20 کلاسیک مثل کادیلا که میاد وحشی تو این بازی داشته تو 10 تایی تو لابی دافه پیدا نمی کنه چه هایت لیل بیبی. بعد تو اتاقش مثل اینکه فریستال گرفته ویدئوی من فکرم موزیک ویدئوی پیچیده ایه ولی خالی با تل اینجا در آوردین تل جانی واکر توی ترپ هاوس دستم اما استایل دیلی داپیتوره دیگه یه سری کارهای گرافیکی و این چیزا تا که تیر نداری گلا که خالی با تل کش میرسه دی تی بی آر داره سک میشه همه بی تی سی ها وقتی من میام توی جی تی آر دافه بقلم عقبش نیکی میناشه. این در واقع واقعا ریاکشن ویدیو پلاس موزیک ویدیوه چون تمام پانچاشو با تصویر میان نشون میده که آقا داره استک میشه هم البته استک و مثلا اگه انباشت نشون میدن تصویر به حال میشد. ترکیب لیریک ویدیو ریاکشن ویدیو موزیک ویدیوه این ژانر ویدیوها. من بیت کوین و بی تی سی و ساین و ساین لوگو بیت کوین آورد و فلان کش میرسه دی تی بی آر داره سک میشه همه بی تی سی ها وقتی من میام توی جی تی آر داره من میام توی جی تی آر نیسان جی تی آر میاره قلم عقبش نیکی میناجه یه دفعه میادم من سی تی بیلام هم شده تجاری تفری اگه شنکم و فرو تو چستت کنم خون ازت میره یه چستو شهری من داشت دستگاه برسینه هست ماش پرسین ماشین که نشون میده به کجا فشار میاره یکی همون اکس رو برداشت دانلود کرده ورسو میگیرم من عملی تو لایف را ندادی تو رو از اول تو سایت میزنم کارو من وطنی دوبای کنسر متولد جولای تولی ما شده الایت نمیخوری تو به فایت میزنم ات با گلاک میمونه ازت پلاک کارا لانچ میشه کامیکاز تونی کلاسیک مثل کادیلا که میاد وحشی تو این بازی داشته تو 10 تایی تو لابی دافه پیدا نمی کنی خالی واتر اینجا در آوردین تای جانی واکر تو ترپ هاوس دستم واکی تا که تیر نداری گلاک خالی واتر آجی اون چیزه بود تیریکی برای بهتر زندگی کردن اسپری رو لباس چروک مانو هایده مانو با سمبل هایده هست هایده مستی هم نمی کنه دردم و دوا ولی دیری لام میده زخور رو شفا میزنم بالا سر مستی هم نمی کنه دردم و بیت سویش حالا بهترین اتفاق پروژه بوده. پارت یک خیلی فیلر بود، یعنی کلا به نظرم بیتا فیلر بود کلا. یه سری بیت قابل پیش بینی بود با کمال احترام با قلب و سوپرمن پوز ولی همون دیگه میگم بیتا فیلر بود قابل پیش بینی. من دافم در حد یعنی دیگه فرمولیه دیگه اینجور بیتا که یه دافه میاد عقبش در حد فلان توی ترپ هاوس هم پول میاد واسه فلان بیت کوین هم مثلا زیاده عین فلان ماشینم خفن عین فلان میگیرشی میگم یه سری فرمول واسه مسائل دینامیک فیزیک میخواستیم حل کنیم باید حفظ میکردیم. این برای رپر شدن یه سری فرمول وجود داره برای ورس رپ نوشتن و شروع رپ. من نمیگم این ورس مثلا لزومم بده این فرمول لزومم بده این فرمول برای شروع کریر واجبه اصلا استفاده ازش و برای تمرین برای نقطه‌ای که
زیروتونی مانکیت وجود چی میگن توش قرار داره به نظر من ابتدایی. حالا بذاریم چه خبره. ولی دیدی لام میده زخور رو شفا میزنم بالا سر بد خوابی بکاپ و خیلی هم ملو میام لفت تو لفا شنیدم اون چغال میخواد بالا بره اما رو بیت هایده میدم بره هوا سکوت میزنیم تو خفا پیج دو یه ساعته میگم با فنا تونی نباشه نداره دیریل ایمپکت تو کی بود که یاد داد بد لفت جنگ و لابلای دیریل کلن ایمپکت نداره. بعد نیوز خبر بعد دون شوت دو مسنجر. من فقط پیام رسانم ولی دیریل کنن دیگه ایمپکتش خابیده فعلا. حالا من امیدوارم دوباره من حدس زمم دوباره ریوایف شه مثل بوم باب ولی فعلا دیریل تو مرحله است برای فکتو نیستی مال این کار جاب کن اکتو لندلورد منم تو بودی مستجر حال کن رنگ و با گل وسطش به خودت بیا یه اوتونی کشتته تاچت میکنیم همستر کمبته میگه تونی مال دوباره این پانچلاین با همستر که من شنیدم برای وقت لاک داب بگو از شرایی که کردی تو آب لاک بگو اونایی که کردیشون فاک داب بگو از گلاک و اوزی و شادگان اسمم رپ فارس میمونه جاودان تا ابد آن تاپ کارو میدم آن تایم میزنم ببرم بدخارو برانکار چوسکی از پیج دو با فنا جاست فان مستی هم نمی کنه دردم و دوا ولی دیری لام میده زخور رو شفا میزنم بالا سر بدخوابی سمپل هایده بی نظیر کلاسی کردم خیلی هم ملو میام لفت تو لفت سمپل خیلی میخواد بالا بره اما رو بیت هایده میدم بره هوا سکوت میزنیم تو خفا پیج دو یه ساعته میگم با فنا خب یه چیزی میخواستم راجع به سیباتون صحبت کنم بچه یه خورده موضوع غیر ابتداییه و یه کم شاید طولانی باشه لذا اگه دوست ندارید بزنید جلو یا اصلا بزنید ویدیو بعدی راجبش قبلا صحبت کردم حدودی چیز مهمیه. ببین ما با گوش داد من کلن شنونده مخاطب رپ فارسی یا اصلا مخاطب فیلم هر چیزی با دیدن اون آرت فرم مورد علاقهش با دیدن سریال مورد علاقهش با دیدن فیلم مورد علاقهش دوست داره عضوی از اون دنیای فیلمشه. بچه بودیم یادتونه فیلم خفن میدیدیم فیلمی که رومون تاثیر بذاره میدیدیم از اون لحظه تا مثلا دو هفته بعد ما کاراکتر اصلی اون فیلم بودیم. من حداقل اینجوری بودم مثلا باب مورن و کارتونش رو میدیدم من از این بعد باب مورن بودم یا مثلا فرانکی میدیدم لگد میپروند ناموس دشمنو جر میداد من فرانکی بودم. همینه واقعا چیزی جزی نیست. یه خورده حالا بزرگ سالتر که میشیم یه خورده خداگاهانه این اتفاق میفته به جای اینکه دیگه از این بعد بشیم فرانکی نرد بازی در میاریم میریم تو دنیای فرانکی ببینیم اونجا مثلا لور مثلا چی میگن لورش اون معماهای اون دنیاش چجوریه و اینجور چیزا. کلا همینه کلا کاری که یه دنیا بسازه برندی که یه دنیا برای خودش بسازه برند جاودانه تر یه معمولا برند مخاطب وفادارتر یه مثلا کلیبو کارتی چرا اینجوریه میپرستنش کانیه وست چرا اینجوریه که یه کانیه وست که یه سری فن داره که میمیرم واسش به خاطر اینکه یه دنیای عجیب غریب ساخته که از بیرون اون دنیا وقتی نگاه میکنیم شاید واسه تو اصلا میک سنس شاید واسه تو منطقی نباشه که اصلا این فناش چرا اینو دوست دارن. خب ولی اون آدمایی که توی اون ورس توی اون یونیورس اون آرتیست اون آدمو دوست دارن یه جوری دوستش دارن مثلا سرشون رو بدن واسه اون آدم یعنی این جوری وفا دارن. دلیلش میگم دنیای منحصر به فرد خودشونو ساختنه. توی رپ فارسی آدم اینجوری داریم واقعا برندی ساخته باشه که مخاطباش دیوونه اون آدم باشن. تتلو مثلا همینجوریه چه میدونم مثلا گادپوری یکی از اون آدم هست. برندش یه جوریه که یه دنیا میسازه و توی اون دنیا برای ورود به اون دنیا تو باید چیکار کنی؟ بذارید مثالی توضیح بدم منظورم متوجه شید. مثلا برای ورود به اون دنیا پشم سینه دنیای گادپوری پشم سینه یکی از شرایطش شیکم دست چکی یکی از شرایطشه ایرانی بودن و به ایرانی بودن فلکس کردن یکی از شرایطه چون تا قبل از گادپوری مثلا ما کلمات انگلیسی استفاده می‌کردیم و کول بود. پوری اومد یه کاری کرد که ایرانی بودن فلکس شه. خب یکی از کار خیلی سخت هم کرد به نظر من کار خیلی کانتروورشال و سختی هم انجام که خیلی هم تمیز انجام داد به خاطر همینه که هنوز انقدر موفقه علیرغم اینکه پروژه‌اش کوالیتی قدیمی نداره دیگه. چی مثلا سیبیل خب اینا همش یه سری سیگناله که داره به مخاطبا میگه برای عضو
دنیای ما شدن، این کارا رو انجام بدید. ایرانی بودنتون افتخار شه براتون، سیبیل بذارید، تصدی بگیرید دستتون و اینجور چیزا. مثلا دوکی باز کمتره اینجور المانش، اینجور سیگنالش، اینجور شرایط عضوگیریش. مثلا بلاد یکی از اون چیزاشه، جدیدن داره شروع میکنه که لباس قرمز بپوشید مثل من شید، یا مثلا سیبیلتون رو بزنید ریش بذارید مثل من شید و فلان اینا. مثلا پوری تو اینجور چیزا دنیای قوی تریتون است بسازه. چه میدونم هو.com مثلا اینجوریه، یه سری لفظ خاص داره که مدل صحبت کردنش شروع خیلی خاص میکنه و آدم دوست داره شبیه اون صحبت کنه، پس از اون لفظا استفاده میکنه. یا چه میدونم مثلا سجادشاهی اینجوریه، بیش از حد وحشی و رک بودن و بیشوره منظورم که خیلی رک بودن یکی از چیزهایی که تو اون دنیا داره، جانکی بودن یکی از چیزهایی که تو دنیاش وجود داره، مثلا ورزش کردن یکی از چیزهایی که تو دنیاش وجود داره. میگه مثلا میگم از مواد روبیت های بنگر باش میزنن تو باشگاه دنبل و فلان اینا. میگه چی میگم؟ هر برند قدرتمندی که بتونه یه دنیا بسازه، حالا زورا مختلفه، یکی دنیایی که میسازه خیلی المان زیاد داره، یکی دنیاش المانای کوچیکتری داره، ولی یه همچین اتفاقی واسه شون میفته. تونی یکی از اون آدمایی که یه برند ساخت با دیریل، با پروموت کردن دریل و مثلا اون لایواش که توی لایو ترک میبست و یه سری ارتباطات با مخاطباش و یه سری اصطلاحاتی که استفاده میکرد، تونست دنیایی بسازه. از بدبیاری روزگار اون دنیا رنگش داره از بین میره، کم رنگ داره میشه، تأثیرش داره کم میشه. دنیا منظورم دنیا دریله، دنیا دریل و تمام لفظایی که همراهش اومد و تمام رفرنس گیریایی که ازش اومد، بیت سلکشنایی که ازش اومد، رنگشون داره از بین میره. من میگم احتمالاً مثل بومبپی که مرد دوباره زنده شد، دریل هم همینجوری میشه، میمیره دوباره زنده میشه، ولی فعلا توی سراشیبه مرگ دریل فارسی قرار داریم. دریل غیر فارسی هم همینه واقعا. من شما برو چیزو گوش کن، اسمشون یادم رفت، همین که آرتور رو فالو کردن اسمش هم یادم رفت انقدر. مثلا هیدیوان رو برو نگاه کن، هیدیوان موفق ترینشون الان. کیشا بکیو کی خونده بود؟ حاجی پشمان اسمش یادم رفت، راش میلیونز. حاجی یارو موزیک ویدیو داده 95 میل ویو داره، 138 میل ویو. یعنی دوره اوج دیریل اینجوری بود. اگه الان ویدیو میده نهایت 3 میل ویو میخوره، دلیل داره، دلیلش اینه که اون هایپ خابیده. اینم هم همینه به نظرم. تونی چیزهایی که خودش رو و دنیاش رو بهش اتچ کرده بود، اون چیزا دیگه کولنسش رو داره از دست میده، مثل دریل، مثل همین لفظ شنگ. الان این که داره میگه کی لفظ شنگ رو به یاد داد، الان خیلی واسه من جذاب نیست، در صورتی که دوره اوج دریل اگه اینو میگفت من میگفتم آجی بارز خفن حساب میشد. الان اصلا لفظ شنگ دیگه خفن نیست که حالا من بیام بگم لفظ شنگ رو کی به یاد داد. میگیری چی میگم؟ به نظرم از بیرون نگاه کردن و ریالایز کردن و ریالایز کردن و تشخیص این که آقای چه این اتفاقی داره میفته، اون چیزی که ما ساختیم دیگه جذاب نیست، پس بذار مثلا یه سری چیز جدید بسازیم و اینجور چیزا، یکی از واجباته و کمک کننده است. امیدوارم بتونه از بیرون نگاه کنه هر آرتیستی که خودشو توی چنین شرایطی میبینه. چون من مثلا اسنیپت چک جدیده پوری هم دیدم، یه چنین حسی داشتم، احساس میکنم که دیگه داره با چیزایی که دنیاشو ساخته بود، یه زمانی کول بود، یه سری چک میسازه که دیگه کول نیست. و میگم امیدوارم از این از بیرون نگاه کردن کمک میکنه کلا. نمیشه بر صورت هیچ چیز جز عشق وجود نداره. تبدیل تجربه اولین ماشین اینا تک خیلی خوب نیست واسه من، نه پارت ترپش منو گرفت، نه پارت دیل که کلا ابل فضل، یعنی خداوند متعال همه ترک دیریل الان نازل کنه، منو نمیتونه تکون بده واقعا. ایده ویدیوش هم ایده دیگه قدیم استفاده شده ای بود، نورپردازی ویدیوش خوب نی، از نچرال لایت استفاده کرده بود زیرو تونی مانکیت که خیلی کادر شیکی کلا نبود، اون تابلوها مثلا بالاشون دیده نمیشد، کادر شیکی نیست. و به امید پاور اپ گرفتن ترک های بعدی آلبوم کامبک. نظر شما مهمه، نظرتون رو حتما تو کامنت بنویسید، باشم لایک و دیسلایک اگه ویدیو رو دوست داشتید یا دوست نداشتید. فراموش نکنید سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغل سابسکرایب یادتون نره، اگر دوست دارید از آپلود ویدیوها مطلع شید و مواظب خودتون باشید. این دنیا به شما نیاز داره، چرا نمیدونم، ولی خودتونم شاید فکر کنید نداره، یه روز دلیلش پیدا میشه. تا ویدیوی بعدی، چهار گنگ.